برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه درد دل روان امروز دنباله برنامه قبلی و برنامه‌های قبل از اونو ادامه میدیم و برای بینندگان گرامی که برنامه قبلی رو دیدار نکرده بودن، من خلاصه عرض میکنم که در مورد یک درمانجوی میانسالی صحبت میکردیم که از اولین دقیقه که من ایشون رو دیدم برای روانکاوی کوتاه مدت خیلی به طور مبهمی صحبت میکردن و اولین سوالی که من از ایشون کردم یک سوالی بود که انتهای اون باز بود و از ایشون پرسیدم که اشکال به نظر چی میرسه و ایشون جواب دادن که من اصلا مطمئن نیستم، مشکلاتم عادی است. ببینید، این یک جمله است ولی این جمله خیلی همین الان به من اطلاعاتی در مورد این مرد میده و یکی از چیزهایی که روشن میشه این که ایشون خیلی محو و مبهم صحبت میکنن و تا الان هیچ اطلاعی به من ندادن که مشکلشون چه هست و من به توجه ایشون آوردم که چگونه به اولین سوال من به صورت مبهمی صحبت کردن و این موضوع این که مشکلات من عادی است و من مطمئن نیستم دردی دوا نمی کنه. پس معلومه که بیش از یک مشکل دارید و شما فکر میکنید مشکلاتتون عادی است، یعنی هم این مشکلاتو دارن و اگر تمام دنیا هم همین مشکل رو داشته باشن این دردی دوا نمی کنه، چون هنوز مشکل ایشونه. حتی هم اگر عمومی باشه و یونیورسال باشه و جهانی باشه. پس میبینیم مکانیسم دفاعی که از ابتدای کار در جریانه این حالت مبهم صحبت کردن ایشونه و به طور دقیق درگیر نمیشن برای جواب به سوالات من و این فشار من روی این مبهم بودن ایشون و اینکه درگیر نمیشن و خودشون رو کامیت نمیکنن و متعهد نمیشن موضوع و محور اصلی صحبت‌های ما قرار گرفت و همینجور که من روی این موضوع فشار می آوردم که ایشون این مکانیسم‌های دفاعی رو به کار میبره و این مقاومت مرضی رو که نمیذاره من به ایشون نزدیک بشم و ببینم اصلا اشکال ایشون چیه، روی این موضوع تاکید میکردیم، ایشون اعتراف کردن که بله با کامیتمنت و با تعهد متعهد شدن و تعهد کردن به موضوعی اشکال دارن و بعدن هم ایشون فرمودن که اینو میدونن و من روی ایشون فشار بیشتری آوردم که اگر اینو میدونید و این موضوع با من در جریانه، قبل از اینکه ما هیچ جلوتر بریم میخوایم ببینیم آیا میخواید با من در این مورد به خصوص درگیر بشید و جواب سوالات منو مستقیما و دقیقا بدید یا اینکه میخواید حاشیه بزنید و از این شاخه به اون شاخه بزنید. همینجور که این مکانیسم‌های دفاعی یکی بعد از دیگری به توجهشون آورده شد، آن چیزی که روشن شد این که در جلسه استراب ایشون شروع شد به بالا رفتن و من تنشن رو در ایشون دیدم و ایشون یه حالت زخم زبون و طعنه زدن به خودشون گرفتن و مثلا گفتن من سالها طول کشید، رفته بودن قبلا روانکاوی، سالها طول کشید که من متوجه شدم که با متعهد شدن و درگیر شدن عاطفی من اشکال دارم، حالا شما میخواین در این مدت کوتاه من این دیوار رو بردارم و از نظر عاطفی به شما نزدیک بشم.
من به توجه ایشون آوردم که پس یه قسمت شما میخواد این موضوع رو طولانی و دراز بکنه و میخواد سالهای دیگه هم بیاد اینجا و همینجوری حرفهای مبهم و بیمعنی بزنه بدون اینکه اجازه بده من بهش نزدیک بشم و ببینم در درون ایشون چه خبره. و ایشون شروع کردن این وضع مقاومت و مقاومت علارغم نزدیکی عاطفی، مقاومت برای اینکه اجازه ندن من به از نظر عاطفی به ایشون نزدیک بشم و ببینم اون تو چه خبره. من به توجه ایشون آوردم که اگر این وضع ادامه بدن آخر جلسه میاد و من ایشون رو نمیشناسم، به احساسات و عواطف درونی ایشون دسترسی پیدا نمی کنم، در نتیجه من بی ثمر خواهم شد. و در ضمن تاکید کردم که 25 دقیقه از وقت ما گذشته بوده و ما هنوز نفهمیده بودیم که اشکالی که ایشون اومدن پیش من برای درمانش چی بوده. و ایشون دوباره تاکید کردن که مردم سالها میرن پیش درمانجو، شما 25 دقیقه من با شما بودم اینجا و شما به اصطلاح داشتن به من میگفتن که من دارم سخت میگیرم که میخوام سریع ببینم اشکال ایشون چیه که اومدن برای درمان. وقتی فشار رو روی این حالت از این شاخه به اون شاخه زدن و رومینیت کردن، نشخوار لفظی میتونه ایشون ساعتها صحبت بکنه و این دهانشون مثل یک موتور مات همینجوری حرکت بکنه بدون اینکه اساره حرفاشون معنی بخصوصی داشته باشه. و این نوع نشخوار لفظی رومینیشن سبب میشه که وقت حروم بشه و به اون هدف درمانی که خود ایشون اومدن براش و هدفی که من دارم در مورد درمان ایشون در اون مورد شکست بخوریم. و من اینو مکررن به توجه ایشون آوردم که ببینید این حالت خود خرابکارانه و خود ویرانگری که در درون روان ایشون هست که از ابتدای رابطه با من میخواد خرابکاری بکنه، این اگر ادامه پیدا بکنه با من، گرچه در روابط قبلی بوده ولی اگه با من ادامه پیدا بکنه در نتیجهش شکست میشه و خداحافظی من با ایشون در آخر جلسه، اولین جلسه‌ای که ایشون رو دیدم، در یه محیط خیلی غم‌انگیز با شکست خواهد بود. در اینجا دیگه اون حالت کله شقی و سماجت و لجبازی که ایشون نشون میدادن و اون زخم زبونایی که میزدن، سارکزمی که پشت سر هم میگفتن، اونا از بین رفت ولی تبدیل شد به یه حالت سکوت. و با سکوت و پسیو بودن، منفعل بودن و به اصطلاح پارتیسیپیت نکردن در این پروسه ارزیابی، باز داشتن چوب لای چرخ میذاشتن و نمیذاشتن که پیش بریم. و من این سکوت ایشونو به توجهشون آوردم. اون چیز دیگه ای که نمایان شد یه سری مکانیسم های دفاعی و یکیش یه حالت پوزخند و لبخند بود که هی می آمد و می رفت و این حالت پوزخند هم من به توجهشون آوردم و ایشون گفتن که من آگاهی نداشتم، ولی موقعی که آگاه شدن به ایشون به توجه ایشون آوردم که در ضمن از اول جلسه این حالت در جریان بود. ایشون اومدن توی جلسه با یک لیوان قهوه و حالتی که داشتن با من یک حالت جدی نبود که اومدن یک کار مهمی رو انجام بدن. یه حالت کژوال داشت، قهوهشون دستشون بود، آدامس می‌جویدن و به تدریج که من فشار می آوردم روی ایشون که درگیر بشن از نظر عاطفی
و اجازه بدن من بهشون نزدیک بشم. این آدامس جویدن ایشون خیلی شدیدتر میشد و نشون میداد که تنشن ایشون بیشتر داره میره بالا. و من به توجه ایشون آوردم که چه وحشتی دارن ایشون از اینکه اجازه بدن من از نظر عاطفی به ایشون نزدیک بشم و این دیوار رو بردارن و من ببینم اون تو چه خبر. اون چیزی که شایان توجه اینجا اینه که گرچه ایشون به پای خودشون تشریف آورده بودن برای روانکاوی و درمان و یه نیرویی که میخواد ایشون نجات بده، اون نیرو که من اسمشو گذاشتم نیروی متحده پیمان درمانی با من، اون نیرو ایشونو کشوند آوردش توی اتاق روانکاوی و جلوی من نشستن. ولی درست به موازات این نیرو یه نیروی دیگه‌ای همیشه در کاره، تقریبا در تمام درمانجویانی که برای درمان روانکاوی میان، نیروی دومی که در کاره که خیلی مضره، نیروی مقاومت مرضیه، رزیستنس. اون نیرو از ابتدا میخواد خرابکاری بکنه و نمیخواد بگذاره که ایشون توی درمانشون موفق بشن. به عبارت دیگه ایشون میان با یه هدفی که درمان بشن، ولی به موازات این هدف یه هدف دیگه هم دارن که درمانشون شکست بدن. و من این دو نیرو رو هم به توجهشون آوردم و در ضمن بهشون به توجهشون آوردم که من حد اکثر احترامو به خود ایشون دارم و اون نیروهای متحده پیمان درمانی با من. ولی تأکیدم کردم که من هیچ احترامی به هیچ وجه برای این قسمت مقاومت مرضی که دشمن ایشونه و موفق شده سالهای طولانی زندگی ایشونو به ذلت بکشه، من هیچ احترامی برای این قسمت ندارم و این دو قسمت رو سعی میکنم به قسمت آگاه ایشون بیارم که ایشون ببینه که خودش چجوری بر ضد خودش میتونه عمل کنه. و در ضمن به توجه ایشون آوردم که این لجبازی ایشون با من، این کله شقی و سماجت ایشون با من، این از زیر سوال در رفتن ایشون با من، این دوری کردن از چشمهای من که دائم ترجیح میدادن با زمین صحبت کنن، با سوفاز صحبت کنن یا با سقف صحبت کنن تا اینکه چشم در چشم بشن با من، و اون پوزخندها و لبخندها همش از این قسمت خرابکار میاد و این قسمت خرابکاره که تونسته زندگی ایشونو به این مرحله از خرابی بکشه و ایشون انگار که دو تا چمدون پر از این مکانیسم‌ها تو دستشونه و این دو تا چمدون رو با خودشون آوردن صاف توی رابطه‌شون با من. و به توجه ایشون دارم میارم که مادام که این چمدونا رو با خودشون اینور اونور توی روابط حمل میکنن، توی همه روابط شکست میخورن و ایشون به عبارت دیگه قاتل روابط. در اینجا اون قسمت نیروی متحده پیمان درمانی که همدست و همکار منه و میخواد ایشون نجات بده، اون نیروی استقلال طلب و آزادی طلب فعال شد در عرض این 25 دقیقه اولی که من حتی هیچی نمیدونستم اشکال ایشون چیه، ولی مکرر مکانیسم های دفاعی که خود خرابکارانه بودن یکی پس از دیگری رو کنار زدم و در نتیجه فرصتی دادم برای اون نیروهای متحده پیمان درمانی فعال بشن. و اولین پیغام از اون نیروها اومد، انگار که یک دفعه یک تکس مسیج یا یک ایمیل فرستاده شد که این نیروها زنده هستن و این نیروها میخوان این درمانجو رو نجات بدن. و ایشون به من برای اولین بار این پیغامو دادن که
ایشون فرمودن پدرم همیشه به من میگفت که من آدم بدبین و لجبازی هستم. پس روشن شد که این لجبازی و کل شقی و یک دندگی ایشون با من از کجا میاد و این لجبازی ایشون به طور خیلی فعالی در رابطه با پدرشون بوده. اون چیزی که این جمله خیلی کمک میکنه به من این که من بفهمم من در روان ایشون الان در کفش چه کسی هستم، من با چه کسی رنگ شدم. این برداشت درمانجو از روانکاو یکی از موضوعهای اصلی و فاکتورهای اصلی روانکاوی و این خیلی مهمه که زود هرچی زودتر روشن بشه که روانکاو در کفش چه کسیه. اگر روانکاو در کفش اون شخص به خصوص بمونه و ایشون از اون کفش بیرون نیاد و خودشو تمیز نکنه و درمانجو روانکاو اونطوری که خود روانکاو هست نبینه و اونو رنگ بکنه از اون تصویری که از پدرش داره در این مورد به خصوص، یا از مادرش یا از نزدیکان یا از جانشینان والدین، ممکنه با افراد مختلفی درمانجو رنگ بشه. باید اونو سریع تمیز کرد. و اینجاست که این جمله ایشون که پدر منم همیشه میگفت که من آدم بدبین و لجبازی هستم، این به من کمک میکنه که من متوجه بشم که رابطه ایشون با من الان داره به موازات رابطه ایشون با پدرشون داره پیش میره و من باید هرچی زودتر خودمو از کفش پدریشون خارج کنم. حالا اگر این که روانکاو به علل، حالا به علت اختلالات شخصیتی خودش یا مکانیسم‌های دفاعی خودش این موضوع رو رینفورس کنه، یعنی این موضوع انتقال احساسات از پدر به روانکاو رو بیشتر خودشو تو اون کفش بذاره، بیشتر خودشو رنگ بکنه با رنگ پدر. فرض بکنید اگر اینکه پدر بگه روانکاو پدر میگفت که من پدرم، من دستور میدم، من حکم صادر میکنم و تو باید اجرا کنی. حالا اگر روانکاوم اتوریتریان و حکم فرما باشه و سختگیر باشه و به جای اینکه به ایشون نشون بده که نتیجه کارش به کی داره صدمه میزنه، در حقیقت با خودش داره لجبازی میکنه نه با روانکاو، و اون زندگی رو که داره خراب میکنه زندگی خودشه نه زندگی روانکاو، اون موقع از کفش پدر اومده بیرون. متاسفانه درمانگرایی هستن که این حالت رو دارن که خودشون رو میذارن در کفش یه پدر یا مادر یا برادر بزرگتر و درمانجو رو هدایت میکنن که اونجوری که اونا میخوان عمل کنن و نمونه هایی بهشون میدن، میگن مثلا من اینجوری میکنم، من این ساعت بیدار میشم، من ورزش میکنم، من سیگار نمیکشم، من با پسرام اینجوری رفتار میکنم، با دخترام اینجوری رفتار میکنم، با زنم اینجوری رفتار میکنم. خودشونو میکنن یه مدل. نتیجهش این میشه که هیچ موقع درمانجو اون استقلالی که باید پیدا بکنه پیدا نمیکنه و میشه یه بره دیگه که قبلا یا از پدر اطاعت میکرد و یا از پدر سرپیچی میکرد، اینجا هم یا از درمانگر اطاعت میکنه یا اینکه با او لجبازی میکنه. در هر صورت هر کدوم از این کارها رو بکنه، چه اطاعت بکنه و مطیع بشه از درمانجو و چه
اطاعت بکنه از درمانگر، از روانکاو، و چه کله شقی و لجبازی بکنه، هر دوتاش با شکست روبرو میشه، چون هیچ کدومش خودش نیست. ببینید هدف اینه که روان یک فرد و شما استقلال بدید و آزاد بکنید و اون بدن خودش تصمیم بگیره که چه جوری میخواد زندگی بکنه، نه اینکه اون طوری که درمانگر میگه زندگی بکنه. و این سبب شد که این فنومن ترانسفرنس، انتقال از پدر به من، در این مدتی که با هم کار میکردیم یواش یواش خونسا بشه و من تمیز بشم از این که از رنگی که پدرش داشت که روی من گذاشته شده بود. و آنچه بیشتر اینجا روشن شد این که به علت ترس از پدرشون بود که احساسات منفیشون رو نسبت به من نمیتونستن بیان کنن. و اگر خاطر بینندگان گرامی باشه، در جلسه قبلی ما تا این مرحله رسیدیم که ایشون به طور خیلی واضح عصبانی شدن و صداشون رفت بالا و برگشتن به من گفتن لعنت بر شیطان، مردم سالها میرن برای درمان و من در این مدت کم از جون من چی میخواید به اصطلاح. و اونجا خیلی روشن شد که یک نیروی منفی به طرف من به حرکت افتاد، ولی ایشون داشتن با من لجبازی میکردن و نمیخواستن من بهشون نزدیک بشن. و یک موضوع دیگه که خیلی خیلی مهم بود این که ایشون هیچ دسترسی به این احساس عصبانیتشون نداشتن، تا اینکه بالاخره خودشون اعلان کردن که و گفتن که من داشتم عصبانی میشدن، نگفتن که عصبانی هستن. ببینید بازم شروع کردن یه مکانیسم دفاعی به کار بردن که من داشتم عصبانی میشدم، داشتم از کوره در میرفتم. ببینید از کوره در رفتنشون از اون قسمت نیروهای متحده پیمان درمانی میاد. اینکه داشتم عصبانی میشدم که دارن میذارنش به آینده، نه اینکه الان، اون از قسمت مقاومت مرضی میاد. و من به توجه ایشون میارم که آیا داشتید عصبانی میشدید یا جدا عصبانی شدید. ایشون برای اولین بار خودشون گفتن من خیلی راحت خشمگین میشدم. حالا لغت خشم رو به خاطر برای اولین بار ایشون بیان کردن و روشن شد که تمام عصبانیتی که ایشون راجع بهش صحبت میکردن یه مکانیسم دفاعی بود. زیر این مکانیسم دفاعی اون خشمه. حالا هدف ما اینه که یه لایه هم پایین تر بریم و این خشم ایشون رو ببینیم چجوری حس میکنن. و هدف اینه که دسترسی پیدا کنیم به اون احساساتی که ایشون ازش هیچ آگاهی نداره، ولی الان هم من میدونم، هم شما بینندگان گرامی میدونید که در درون این مرد یک خشمیه به طرف من که خودشون تا الان منکر شدن. در اینجا ما به خاتمه برنامه میرسیم و تا دوشنبه دیگه روز شب خوشی رو داشته باشید. فعلا خداحافظ. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تی وی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه‌های تایم تی وی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.